روز گذشته دولت یمن هشداری رسمی در رابطه با یک بحران قریب الوقوع مراقبت های بهداشتی صادر کرد و کاهش شدید بودجه بین المللی را تهدیدی برای بسته شدن مراکز درمانی کلیدی در سراسر کشور دانست. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده، بسته شدن قریب الوقوع بیش از هزار مرکز بهداشتی کلیدی به دلیل کاهش بودجه بین المللی می به طور بالقوه جان 500 هزار زن را در این کشور ویران شده به خطر بیندازد در همین راستا احمد عوض بن مبارک نخست وزیر یمن روز گذشته در یک نشست عالی و فوری دولت در عدن شهر بندری جنوبی این کشور برای رسیدگی به این بحران تشکیل داد وی در این دیدار خواستار تشکیل کمیته دولتی برای تدوین برنامه راهبردی ارزیابی نیازهای حوزه سلامت و شناسایی مداخلات بین المللی لازم و اموری در این رابطه شد وی همچنین از شرکای بین المللی و منطقه خود خواست تا حمایت حیاتی و مستمر خود را از خدمات بهداشتی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بالقوه در یمن تجدید کنند بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سراسر یمن 46 درصد از مراکز بهداشتی به دلیل کمبود کارکنان، بودجه، برق، دارو و تجهیزات تنها به طور جزئی کار می‌کنند یا به طور کامل از دسترس خارج می‌شوند.